سلام به دوستان و همراهان عزیز موجی شو. سلطان مسعود میرزا متولد 15 دی 1288 و درگذشته 12 تیر 1297 خورشیدی، ملقب به ذوالسلطان، شاهزاده قاجار و بزرگترین پسر به سن بلوغ رسیده ناصرالدین شاه و مدت زیادی حاکم اصفهان بود. برخی او را حاکم ظالم اصفهان می‌شناسند. در این ویدیو نگاهی داریم به سرنوشت سلطان مسعود میرزا و اقداماتش در اصفهان. پس تا آخر این ویدیو همراه ما باشید. اما قبلش زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله اول از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. ذوالسلطان علاوه بر ترکی، آذربایجانی و فارسی و عربی زبان فرانسه را نیز می‌دانست. او کتابخانه بزرگی داشت و در آن کتاب‌های نفیس خطی جمع می‌کرد. تاریخ مسعودی به قلم اوست. او خود را مالک برحق تاج و تخت می‌دانست و پس از مرگ ناصرالدین شاه، با اینکه مسن‌تر از مظفرالدین شاه بود، به این دلیل که از مادری غیر قاجار زاده شده بود، از تاج و تخت محروم شد. او برای نشان دادن قدرت خود کارهای منفی زیادی انجام داد که تخریب کاخهای صفوی همچون کاخ هفت دشت و امارت نمکدان و غیره از جمله آنهاست. ذوالسلطان در سرکوب بختیاری ها و نهایتاً قتل حسین قلی خان ایلخان بختیاری عامل اصلی بود، چرا که تصویر چنین بود که ذوالسلطان با همکاری بختیاری ها قصد تصاحب سلطنت را دارد. لذا برای رفع این اتهام دستور قتل حسین قلی را داد. سلطان مسعود میرزا در 20 صفر 1266 مصادف با 15 دی 1228 خورشیدی در تبریز زاده شد. پدر او ناصرالدین شاه و مادرش عفت السلطنه از زنان صیغه شاه بود. چون از مادری غیر قاجار زاده شد، به ولیعهدی نرسید. در جوانی حکمران مازندران بود و از سال 288 حاکم اصفهان شد. در طول سالهای بعد حکومت ایالتهای فارس، کردستان، لرستان و یزد نیز به او داده شد. او همواره مایل به داشتن نیروی نظامی شخصی بود. بنابراین در اصفهان فوجهای نظامی با لباس و اسلحه ارتش اتریش تشکیل داد و برای تعلیم دادن آنها از آلمان معلم‌های نظامی استخدام کرد. ناصرالدین شاه که از خودسری‌های ذوالسلطان در اصفهان بیم داشت، او را شبانه از تمام حکومت‌های خود عزل کرد و تنها شهر اصفهان را برایش باقی گذاشت. فرمانروای 34 ساله ذوالسلطان بر اصفهان با ویرانی بیش از 50 اثر و بنای تاریخی و باغ ایرانی در پایتخت دولت صفوی همراه بود. شهر اصفهان که در روزگار اوج شکوه خود دارای 137 کاخ، 162 مسجد، 48 مدرسه، 273 حمام و 12 گورستان بود. در دوره ذوالسلطان بیشتر شکوه و زیبایی خود را از دست داد. یکی از جهانگردان اروپایی در آن زمان نوشته است: متاسفانه ذوالسلطان از خیابان خوشمنظره و فراهاور چهارباغ مانند سایر آثار باستانی چیزی باقی نگذاشته. جدول‌های سنگی را پر کرده و حواشی آنها را فروخته و نقاشی‌های تاخ‌ها و دیوارها را هم محو کرده است. جای قصرها و عمارت‌های خالی صفوی را هم با ایجاد مزارع گرمک و خیار اشغال کرده است. وی در مدت حکومت در اصفهان برخی از عمارت‌های باقی مانده از دوره صفوی را کاملاً نابود کرد. عمارت‌هایی مانند عمارت آینه خانه در کنار زاینده رود و برخی دیگر را به نابودی کشاند و آینه کاری‌های روی ستون‌های عالی قاپو و 40 ستون را از میان برداشت. وی همچنین دستور داد روی نقاشی‌های نفیس داخل 40 ستون را با گچ بپوشانند و نقاشان قاجاری بر روی آنها نقاشی های خود را بنگارند. تخریب برخی از بناهای صفوی از جمله ابنیه باغ سعادت آباد به دستور مسعود میرزای ذوالسلطان در فیلم مستند بوی فروردین مورد بررسی قرار گرفته است.
میانکاله در گذشته از طبیعتی بسیار غنی‌تر از امروز برخوردار بوده و علاوه بر پرندگان پرشمار، یکی از بهترین زیستگاه‌های پستانداران بزرگ ایران از جمله ببر خزر نیز به شمار می‌رفته. و ظل‌السلطان در یکی از قشون‌کشی‌های خود به میانکاله برای سرکوب دزدان و راهزنان که در این منطقه و جزایر آشوراده پناه گرفته بودند، از شکار تعداد زیادی ببر، پلنگ، گوزن بزرگ، قرقاول، گاو و گاو میش وحشی و تعدادی گوزن کوچک خبر می‌دهد. امروز مدت هاست که نسل تمامی این جانداران به جز قرقاول منقرض شده و یکی از دلایل آن نیز همین کشتار عجیب ظل‌السلطان و سپاهیانش بوده است. پس از به قدرت رسیدن محمد علی شاه، ظل‌السلطان با چند تن از فرزندان خود عازم اروپا شد. وی به امید حمایت مشروطه خواهان از وی و بر کناری محمد علی شاه گاهی کمک های کمی به مشروطه خواهان می کرد. در روز به توپ بستن مجلس توسط کرونل لیاخوف، خانه وی امارت مسعودیه در کنار میدان بهارستان یکی از محلهایی بود که مشروطه خواهان در آن سنگر گرفته بودند که با مغلوب شدن مشروطه خواهان خانه او و خواهرش بانو عظمی مورد هجوم و غارت قزاقان لیاخوف و سربازان سیلخوری قرار گرفت. مسعود میرزا در اواخر جنگ جهانی اول به اصفهان بازگشت و در امارت خود در باغ نو منزوی شد. پس از مرگ فرزند دلبندش بهرام میرزا پریشان احوال شد و در دهم تیر ماه 1297 خورشیدی در حدود 70 سالگی با اختلال حواس درگذشت. جنازه او را به مشهد انتقال داده و در آنجا به خاک سپرده. دوستان عزیز، مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو همراه ما بودید. اگر خوشتون اومد لایک کنید و نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید.